آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بیننده عزیز و ارجمند، سلام های گرم خود خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. شما در برنامه زوره با من زوره یوسف داوود هستم که از روی شبکه جهانی آریانا افغانستان به طور زنده و مستقل پخش می گردد. امروز شنبه 4 عقرب سال 1392 هجری شمسی مطابق 26 اکتبر 2013 میلادی هستیم. یگان دفعه تاریخ ها از پیش ما اشتباه میشه، اما شما عزیزان متوجه نمیشین، چنانچه در هفته گذشته تاریخ از پیشم اشتباه شده بود. به هر حال امید در هر نقطه دنیا که هستین صحت باشین، سلامت باشین و یقینا اوضاع افغانستان افکار همه عزیزان مخشوش نگه داشته و مشغول نگه داشته. به هر صورت امروز برنامه فشرده‌ای داریم و مصاحبه با یکتن از کارشناسای افغان از شمال کالیفرنیا خواهد داشتیم. اما قبل از اینکه به مجموع پروگرام امروز دوستان عزیز بپردازم، با تمام کارکنای صادق افغانستان که در هر گوشه و کنار جهان زندگی میکنن و متاسفانه وفات میکنن و میرن و برای خانواده های محترمشان عرض تسلیت میکنم. اینا یک عمر در افغانستان خدمت کردن که در جهان غربت وفات میکنن و از جمله جناب محترم آقای توفیق که یک تن از کارکنان وزارت معارف افغانستان بودن، به معارف افغانستان خدمت کرده بودن، وفاتشان برای خانواده محترمشان عرض تسلیت میکنم و خداوند اونا را غریق رحمت کنه. به همین ترتیب از جنرال کنسول افغانستان که یک جنرال کنسول جدید ما داریم که آمدن، جناب محترم آقای آرون عبیبی که برای ما تبریکی عید سعید قربان روان کردن، از شان یک جهان ممنون. امیدوار هستم که یک روز موفق شویم که این جنرال کنسول جدید افغانستان در لس آنجلس ملاقات کنیم و چنانچه تا جایی که شنیدیم یک کنسولگری جدید هم به وجود آمده، به تعمیر جدید انتقال کردن. امید که امروزشان یک دیدار داشته باشیم. به همین ترتیب دوستان عزیز، از جناب محترم دکتر صاحب محمد زائر عزیز که کتاب گلنار بر ما روان کردن، از شان یک جهان ممنون هستم. دکتر صاحب زائر عزیز که خودشان سفیر افغانستان به یونسکو بودن، از سالهای 2002 تا 2010 یک کتاب بسیار جالب نوشته کردن و در قبل پشتی کتاب البته نوشته کردن که به خانم محترم و دانشمند خانم زهره یوسف داوود با پاس خدمات صاحب قدرشان در راه ارتقای فرهنگ و حقوق زنان افغان با حرمت تقدیم می‌دارم، که از شان یک جهان ممنون هستم. کتابشان بر ما رسید، یقینا کتاب خود خانم و در برنامه زن که هفته آینده شاید داشته باشمش امرایشون صحبت کوتاهی خواهد داشتم. البته عموما در آخر ماه ما برنامه زن پیش میبرم بیننده عزیز، یعنی راجع به حقوق زن ها و مسائلی که در افغانستان رخ میده یا در بیرون در مورد زن ها. اما چون موضوعات سیاسی افغانستان بسیار زیاد داغ است در این شب و روز، ما در کارشناسایی را میخواهیم بیاریم که امرایشون صحبت هایی در مورد قضایای افغانستان داشته باشیم.
همچنان از برادر بسیار عزیزم آقای رکسای و نبیل جان گل که در برنامه پاسخ چیست دیروز از بنده یاد کردن نشان یک جهان ممنون هستم. با صحبت تلفنی که همراه ما داشتن آقای رکسای او را پخش کردن در مورد مسابقات زینی که واقعا مسابقات زینی یک برنامه بسیار جالبی بود در وقتش و بعد صدها جوان افغان در کابل نداری می آمدن و برای رشد زینی جوان ها برای معرفی چهره های جدید هنری ما بسیار زیاد نقش بارز را بازی کرد برای معرفی تجارت های افغان ها در او وقتش و یکی از پر شنونده ترین و در این زمان پر بیننده ترین برنامه تلویزیون و رادیوی وقت افغانستان بود و از اینکه آقای رکسای و نبیل جان یک اقدام جدید کردند به نام پاسخ چیست که البته ای هم یک چیز بسیار جالب است، معلوم دار کار بسیار زیاد است، کار داره و شرایط افغانستان تا شرایط کانادا بسیار زیاد فرق میکنه، اما خوب هر حرکت به اصطلاح به نظر من یک حرکت سمبولیک است. امید است که در این راه موفق شوند و بتوانن ما یک دفعه اگر جوان ها را جمع کنن و زیادتر روی مسائل فرهنگی و تاریخی افغانستان و وقایع روز صحبت کنن و جوان ها بتوانن در این راه یک تشبث کنن برای رشد ذهنیشان برای معلومات افاقیشان فوق العاده کمک خواهد کرد. خوب دوستای عزیز و ارجمند، معلوم دار که موضوع انتخابات یک مسئله بسیار حساس است و شما لستا را دیدن و لست فهرست ابتدایی نامزدهای انتخابات برآمد و همه را یک قدر متاثر ساخت و یک قدر مندار روانه کمیسیون شکایات انتخاباتی کرد و موضوعی که در اینجا بسیار قابل بحث است که من امروز بسیار کوتاه میخوایم سرش صحبت کنم و این موضوع پاسپورت خارجی و یا شهروندی دوگانه افغان ها است. افغان هایی که در امریکا و اروپا زندگی کردند، افغان هایی که خدمتگارای صادق افغانستان بودند، وقت و انرژیشان را در افغانستان صرف کردند ولی جبر تاریخ مجبورشان کرد که از افغانستان برایند ولی امروز از افغانستان بیگانه ساخته شدند. البته از جمله یکی از او اشخاص ماندار امسر بنده جناب محترم آقای داوود سلطانزوی است که پاسپورت خود به سفارت امریکا برد. آقای سلطانزوی بسیار یک آدم است که پایبند قانون است و رفت خودش ثبت نام کرد اما از فهرست ابتدایی حذف شد به خاطر از اینکه جنجال پاسپورت به اصطلاح پاسپورت بالا شد یا شهروندی دوگانه‌شان بالا شد. بیاین ما شما ایره بر یک چند دقیقه به قضاوت بگذاریم بیننده‌های عزیز که آیا کسایی که بورس های تحصیلی افغانستان به هدر دادن به عقد امسرای امریکایی در آمدن و در بستر استخبارات امریکا و ایسای پاکستان خوابیدن و در این مدت زیادتر از 30 سال افغانستان به طرف یک بحران بردن تا موقعی برای خودشان برابر شد که در افغانستان بیاین، آیا اونها وطن پرستر هستند از افغانهایی که روی جبر تاریخ از افغانستان برآمدن و خدمت به افغانستان کرده بودند؟ این افغان امریکنی که امروز به اصطلاح در این لست آمده، ای که چندان پیچدی دارن، ای که چقدر لایق هستن، اونا سوالای علایده است، اما اینا یک روز به افغانستان خدمت نکردن و یک روز خشتی را بالای خشتی در افغانستان نگذاشتن. میاییم سر آقای داوود سلطانزوی که داوود سلطانزوی کی است؟ چون شما در تلویزیون های بیرون مرزی کمتر در موردش میشنوین و اصلا هیچ در موردش نمیشنوین و اساسا به یک اصطلاح امریکایی ها دارن به نام conflict of interest که من نباید در برنامه خود زیاد سر از این مسئله صحبت کنم برای اینکه موضوع شخصی میشه، اما چون امروز امسر من به صدای بلند در داخل افغانستان در تلویزیون ها در رادیو ها آمده و به صدای بلند از حق مردم افغانستان دفاع میکنه، از پروسه دموکراسی دفاع میکنه، نه تنها از پروسی دموکراسی بلکه از ما و شما که افغانهای دو پاسپورته و دو شهروند هستیم از ما و شما هم دفاع میکنه. اما ملمدار در خارج از افغانستان کمتر در مورد شنیدن برزی که تلویزیون های بیرون مرزی فقط بالای 3 نفر همیشه سرمایه گذاری کردن، دکتر سب بشردوست که هیچ کدام قانونی را پاس نکرد و همیشه دوستیار زیر بغلش بود از پارلمان برآمد، خانم ملاله جویا که معلوم نشد به کدام ارگان و کدام مؤسسه رفت و مانند یک ریکارد شکسته فقط صحبت های خودش می کرد دیگه صدای ازش نشنیدیم، و البته دکتر سب لودین که اونا به هم به امی لست از جمله اعضای حذف شده هستند. در مورد داوود سلطانزوی زیاد شما نمیفهمین، او هم یک تن از شاگردای لایق لیسه ابیبیا بود و 15 انجینیری و 15 طب پوهنتون کابل در امتحان کنکور موفق شد و درست زمانی که آریانا
تیارای جدید را خرید و به پیلوتای جوان ضرورت داشت. 1500 جوان افغان از پلی‌تکنیک، تکنیکوم و 15 انجینیری امتحانات بسیار سخت را سپری کردند که از جمله تنها 9 و یا 10 جوان افغان موفق شدند که به اکادمی هوایی فلوریدا به میامی آمدند و در رشته پیلوتی تحصیل کردند و اونا هم در وقت جوان بودند. می توانستند که همسرای امریکایی بگیرند و به افغانستان بر نگردند و پول افغانستان به اصطلاح ضایع کنند، اما این کار نکردند و وطن برگشتند و شرکت هوایی آریانا را به مو ظرفیت بالای رساندند که دیگر پیلوتای امریکایی رفت و پیلوتای سابقه دار آریانا با پیلوتای جوان و آریانا را به سطح رساندند که در زمان جمهوریت سردار داوود خان مرحوم دی‌سی‌10 خریداری شد و به صدها افغان توسط زمو دی‌سی‌10 هم از افغانستان برآمدند و شرکت هوایی آریانا با ریاست مرحوم سلطان محمود غزنوی که رئیس هوایی ملکی بودند که شخص بسیار رسیده بودند و با مدیریت آقای عزیز ملکیار چی پیلوتایش و چی میماندارایش که خانم گلاله اشرف و خانم ناجیه ولی در او وقت بسیار زحمت کشیده بودند، آریانا را به یک سطح بالا رسانده بودند که برای مردم افغانستان خدمت میکردند و یکی از شرکت‌های خودکفای افغانستان بود. این بود که به افغانستان کی خدمت کرده و کی صادق بوده. اما کسانی بودند که افغانستان را ویران کردند، کسانی بودند که یک روز خود در افغانستان نبودند، بورس‌های تحصیلی را که در پوهنتون بیروت از طرف آمریکایی‌ها به امریکن یونیورسیتی بیروت داشته بود ضایع کردند و بورس های تحصیلی را از یک مملکت به دیگر مملکت تبدیل کردند، آمدن سیتیزن امریکا شدند، آمدن همسرای امریکایی گرفتند، ولی امروز اونها وطن پرست هستند و ما همه خائن هستیم. این واقعا جای تاسف است بیرندادیز. این یک بحث بسیار مهمی است که ما افغان ها با هم داریم. ما شما بیرندادیز پناهنده های سیاسی هستیم، ما شما پناهنده های اقتصادی نیستیم. فرمولی را که در افغانستان ایالات متحده امریکا پایان کرد و قانون اساسی را که ساخت گویا گفت که این افغانای تحصیل کرده که یک قشری را که از زمان استقلال افغانستان تا زمانی که افغانستان ترک کردن این قشر از افغانستان میکشیم، افغانستان تسلیم میکنیم به گروه مردمی که گویا متاسفانه بیچاره از سطح دانششان پایان است، رأیشان خریده میشه، آزادیشان گرفته میشه توسط گروه های خاص مافیای اقتصادی. بیننده عزیز، این 10 نفری که در فهرست آمدن اینا بساز زندگی های مجلل در افغانستان دارن. ما به منازل از اینا رفتیم وقتی که در کابل بودیم، ولی شما دیروز دیدین که در شمال غرب افغانستان 9 ولایت جنگ است، مردم در زیر خیمه ها و اطفال افغان با پای برهنه هستند. امروز اگر داوود سلطان زوی و امثال ازی در افغانستان صدای خود بالا میکنن، نه به خاطر ازی که رئیس جمهور افغانستان شون، چون سلطان زوی شاید رئیس جمهور افغانستان نشه و امکان داره که بعد ازی که اگر شکایتشان شنیده شوه باز هم در فهرست نمیارنش، چون با صدای بلند میجنگه و آقای کرزی اصلا نمیخواد که داوود سلطان زوی در این پروسه باشه، چون که در امو دور دوم پارلمان هم برش اجازه نداد، چون این مسئله برش گفته شده و در عین زمان ترور شخصیت میکنن، در عین زمان کردیتش میخواین خراب کنن. چنانچه در روزهای اول ثبت نام آقای سیدی را معاونش به اثر یک توطئه از کاندید شدن منصرف کردن. اینا کلش روی اسناد است، ولی اینا صدای خود میکشن که یک تغییر در افغانستان بیاید، مردم افغانستان دیگه به حال بیاید. میلیون ها و بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف شد. بینندادیز امیال دولت امریکا میگه تنها 6 بیلیون دلار به خاطر اعمار ساختمان ها خرج شده، اما هیچ یک کار اساسی به داخل مملکت نشده. ما نمیتونیم در مقابل چنین مسائل خاموش باشیم. البته سلطان زوی شاید که در هی پروسه موفق نشه، اما یک فرهنگ به جوان افغان یاد میده که برای عقد بایتست که بجنگی و خاموش نباشی. و ما واقعا شهامتش تحسین میکنم، من حیث امسرش. شما کمتر در تلویزیون های بیرون مرزی در موردش میشنوین، کمتر در موردش گپ میزنن، برای اینکه بسا صحبت ها شد. والا سلطان زوی با کو بالا میشه به خاطر که مجنون است، به خاطر از اینکه انسیولایز است. والا سلطان زوی فرصت طلب است، اپورچنست است، گرفته سر جوال گرفته با امریکایی ها و با حکومت فیلی آقای کرزی. نخیر، هیچ کدام از این کارا را نکرده. چنانچه یک تن از بیننده ها در فیسبوک نوشته کرده، گفته آقای سلطان تانزویی که یک موتر غرازی داره که دودش در شهر نو چشمای ما را کور میکنه و در یک خانه کرایی میشینه، او نمیتونه رئیس جمهور افغانستان شود، برای اینکه
پول نداره و راستم میگن و برزی که زورمند نیست. به هر حال ما خواستم که این مسئله را خدمت شما عزیزان تقدیم کنم که یعنی او کی است و چرا صدای خود بالا کرده و این صدا بلند شده نه تنها به خاطر خودش بلکه به خاطر همه ما شما که دارای دو پاسپورت هستیم، شهروند آمریکایی هستیم. امروز شما ببینین از اول با سوال شو از خود آقای کرزی که در کوچه های کویتک میگشتن کرای منزل از اونها را کی میدادن. این سوال شو که آیا به شعور سیاسی مردم افغانستان توهین نشد که امی اشخاص آمدن و قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن؟ این سوال باید از شو که خوب امروز ما امی افغان امریکنی هستیم که در این مملکت کار میکنیم، تکس میدیم و از پول تکس ما و شما امنیت در داخل افغانستان است، ولی ما از سنی سیاسی افغانستان باید سرانده شدیم برای زیکی یک دسیسه بوده در مورد ما و شما. به هر صورت البته این صحبت ها در هفته های آینده هم دوام خواهد داشت. ما ببینیم یک گده باید صدای خودشان بلند کنن، یک گده به یقیده هستن که والا اینا خو میفهمیدن که رئیس جمهور نمیشن، دیگه چرا خودشان کاندید کردن؟ اما یک فرهنگ عقب نشینی رو ما همه ما اختیار کردیم. به این میمانه وقتی که ما به امریکا آمدیم دیگه سر بکسای خود میشیشتیم و میگفتیم والا دیگه هیچ کار نمیشنیم، ولفیر امریکا ما رو کمک میکنه. نه، زحمت کشیدیم، کار کردیم، به یک جای رسیدیم که امروز ما تلویزیون های 24 ساعته بیرون مرزی داریم، به یک جای رسیدیم که امروز از زندگی مرفه برخوردار هستیم، به یک جای رسیدیم که فرزندای ما دارای پیچدی و مستری هستند. بناهن در داخل افغانستان هم نباید ما این فرهنگ عقب نشینی را اختیار کنیم که والا دیگه چون دکتر صاحب عبدالله بسیار پول دار است، والا به خاطر که اشرف غنی احمدزی پیچدی داره، والا به خاطر که قیوم کرزی برادر عامد کرزی است، والا به خاطر که آقای سیاف جهاد کرده، اینا مینا میبرن. ما خود ما بر از اینا یک ارزش فوق العاده قائل هستیم. ما خود ما از اینا ببرهای کاغذی بسیار کلان ساختیم. نه خیر، اینا هیچ چیز نیستن. اسلحه شانه بگیرین، پولشان بگیرن، اصلا صحبت کردن نمیتونن، این چیزی نیستن بیننده عزیز. به این از این فرهنگ عقب نشینی و از این فرهنگ باختن لطفا برای. به هر حال بیننده عزیز، خداوند پشت و پناه داوود سلطانزوی و امثالش باشه. البته برای من منعیس همسرش فوق العاده سخت است، برای زی که من شاهد مصاحباتش هستم و با بسیار شدت هم صحبت میکنه و معلوم دار که به اصطلاح میال خون خود به قف دست خود گرفته. میتونن در سر یک توطئه از بین ببرنش، میتونن نام بدش کنن، هر کاری که دلشان بخواه میکنن. اما ما داوود سلطانزوی را که من میشناسم آدمی فوق العاده مصمم است و تا آخر خواهد رفت. به هر صورت دوستان عزیز و ارجمند، در هفته گذشته جناب محترم دکتر صاحب سعدالله غوثی را داشتیم که بسیار مقبول صحبت کردن و از صحبتهایشان مستفید شدیم و بعضی از دوستان زنگ زدن و گفتن که کاش که کسی اسپانسر میشد که ما زیادتر ازشان سوالات میکردیم. اما این دیگه مربوط من نیست، این به امو علمیت و به اصطلاح درایت خود شما بیننده ها تعلق داره که آیا از یک برنامه میخواین یک چیز بگیرین یا نه. اگر یک چیز میخواین بگیرین و بیاموزین، خودتان باید اسپانسر شوین. و من باز هم از لیلوفر جان خواهش میکنم که نمره اسپانسرشیپ برای پرده تلویزیون بگذاره. در عین زمان بیننده عزیز، چون موضوع توافقنامه امنیتی مطرح بحث است، یک اعلامیه را از آینه افغانستان گرفتیم که جناب محترم دکتر صاحب آشیمیان روان کردن پیرامون قرارداد نامنهاد استراتژیک که من را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم و باز بعد از او دکتر صاحب عبدالله کاظم از شمال کالیفرنیا روی خط تلفن روی خط اسکایپ می داشته باشیم. هیئت تحریر و همکاران قلمی مجله آینه افغانستان که به 26 سال خدمات ژورنالیستی و فرهنگی خود به ملت شریف و مسلمان افغانستان ادامه می دهد، از مدیر مسئول تقاضا کردند تا تبصره زیل را پیرامون قرارداد نامنهاد استراتژیک به اطلاع ملت مؤمن افغانستان برساند. یک، آقای عامد کرزی که از مدت صلاحیت و اعتبارشان به حیث رئیس جمهور افغانستان 6 ماه باقی مانده است، صلاحیت امضای این قرارداد را در این مدت ندارند. به خیر و صلاح افغانستان است با وجود توافقاتی که صورت گرفته، امضای این قرارداد را به حکومت آینده در سال 2014 مأکول نمایند. دو، در صورتی که آقای کرزی به منظور مسئولیت شخصی خود و راضی نگه داشتن حکومت امریکا این قرارداد را به عجله امضا می کنند، ولو تصویب لوی جرگه مشورتی را نیز حاصل نمایند، باید ماده‌ای در قرارداد گنجانیده شود که حق قانونی حکومت آینده افغانستان در صورتی که با یک یا چند ماده قرارداد امضا شده موافق نباشد، برای تجدید نظر قرارداد مسئول باشد. سه،
درباره مسئولیت قضایی اساکر و ادبای امریکا که دولت امریکا اصرار می‌ورزد تا تخلفات قانونی اساکر و ادبایشان در افغانستان مطابق قوانین امریکا در محاکم امریکا صورت بگیرد، به ملت مؤمن افغان خاطر نشان می شود که عدالت در امریکا مطابق به قوانین مدنی این کشور اقتضایی و یک جانبه می باشد. مثال زنده و برجسته این شکل عدالت امین یک ماه قبل در ماه سپتامبر 2013 در جراید امریکا نشر شده است و خلاصه آن از این قرار است. آقای رابرت بلیز، سپاهی امریکایی پیروی دین عیسوی، حدود 2 سال قبل 16 نفر ادبای مسلمان افغان متشمل بر زنها و اطفال را در نیمه شب و در بستر خواب به شهادت رسانید. میدیای امریکا برای ثبوت خوب آدمی رابرت بلیز از زبان شهودی که در محاکمه حاضر کردند که گویا پدری خوب، شوهر خوب، کاکای خوب، رفیق خوب بوده، مدت 2 ماه تبلیغات کردند و در نتیجه رابرت بلیز که 16 مسلمان را شهید ساخته بود از طرف محکمه نظامی به حبس ابد محکوم گردید که به قرار قوانین امریکا بعد از مدت 10 سال قابل عفو قرار گرفته می تواند. آقای نیدال ملک حسن عرب تبار، دگرمن نظامی و دکتر رویات پیروی دین مبین اسلام که در سال 2011 13 نفر عیسوی را به داخل قشله نظامی در ایالت تکساس به قتل رسانده و علت این عمل خود را جنگ نابرابر و کشتار مسلمان ها در افغانستان وانمود ساخته بود، در محکمه نظامی به اعدام محکوم گردید. آل سوال پیدا می شود که چرا سپاهی مسیحی امریکایی که 16 نفر مسلمان را شهید ساخته بود به حبس ابد و سپاهی مسلمان امریکایی که 13 نفر مسیحی را کشته بود به اعدام محکوم می شود. 4. دولت افغانستان مکلف می باشد تا شریعت اسلام و عنعنات مردم مؤمن افغانستان را در توافقات بین المللی در نظر بگیرد. بنابراین اگر حکومت افغانستان خود را مجبور به امضای قرارداد استراتژیک می‌یابد، باید شرایط ذیل به ارتباط مسئولیت قضایی در قرارداد گنجانیده شود. الف، تخلفات قانونی اساکر امریکا به داخل پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان مطابق به قوانین امریکا تعقیب و بررسی می‌شود. ب. تخلفات قانونی اساکر و ادبای امریکا به داخل سفارت و کنسولگری‌های امریکا در افغانستان مطابق به قوانین امریکا تعقیب و بررسی شود. سی یا جی، تخلفات قانونی اساکر و ادبای امریکا در بیرون از پایگاه‌ها و سفارت و کنسولگری‌های امریکا در خاک افغانستان مطابق به قوانین افغانستان و در محاکم افغانستان تعقیب و بررسی شود. به نظر ما حیثیت اسلام و افغانستان با رعایت شرایط فوق الذکر حفظ شده می‌تواند. به هر حال این صحبت‌هایی است که دکتر سیبا شیمیانی اعلامیه بر من روان کردند، ازشان تشکر میکنم و ماندار ما در صحبتی که به همراه دکتر سیب کاظم داشته باشم، این مسئله رابرت بلیز و ملک حسن هم مطرح می ملک حسن بود یا اسمش چطور بود آقای نیدال ملک حسن، بله، مطرح خواهد شد که من فکر میکنم در اینجا یک موضوع حقوقی مطرح است که رابرت بلیز به جرم خود اعتراف کرد، به حبس ابد محکوم شد، ولی نیدال حسن با وجود شرایط به جرم خود اعتراف نکرد، محکوم به اعدام شد. به هر صورت ما این صحبت دوام خواهد دادیم و یک نکته دیگر را میخواییم بگویم. نیلوفر جان، دکتر سیب کاظم اگر بگیرین، یک نکته دیگر هم در مورد انتخابات میخواستم بگویم که تنها در افغانستان است که وال استریت جورنال نشته کرده که رئیس جمهور افغانستان شب پیشتر از ثبت نام کاندیدا تا ساعت 1 بجه شب به اصطلاح استعفانامه ها را امضا میکرده. شما فکر کنید در یک مملکتی که در حالت جنگ است، یک والی مهم، یک ولایت مهمش ولایت ننگرهار، والی ولایت بامیان، وزیر خارجه مملکت، اینا تماما کارکنای دولت و معاونینی که بسیار پستای اساس داشتن، اینا در شب آخر میرن امضا استیفا میکنن و میرن ثبت نام میکنن و یک مملکت بدون والی، بدون وزیر خارجه در این وقت که پیمان امنیتی امضا میشه میگذارن. این در کدام نقطه جهان چنین چیزی صورت میگیره؟ در حالی که در امریکا خانم هیلری کلینتون، من از یک سناتور تقریبا 1 سال پیش از پست خود استیفا کرد، به مبارزات انتخاباتی خود پرداخت، برای اینکه نخواست چوکیش خالی بانه و یک نفر دیگه از نیویورک آمد به چوکیشش. آقای اوباما که از ایالت ایلینوی و شیکاگو به اصطلاح نمایندگی میکردن در مجلس سنا، تقریبا چقدر وقت پیش از وظیفهشان استعفا دادن تا شخص دیگه او جای پر کنه. اما در فرهنگ افغانستان متاسفانه این چیزا نیست. خوب ما یک استایل نو هست اینجا که
بله دکتر صاحب، صدای مرا میشنوین؟ سلام. بله زهره جان سلام. سلام، من به شما برسه، امیدوارم صحت و سلامت باشین. بسیار تشکر از اینکه امروز دعوت مرا قبول کردین و آمدین که صحبتهایی داشته باشیم روی مسائل افغانستان. من هم سلام خود را برای شما و همکارای عزیز برنامه شما و همه هموطنان عزیزی که این برنامه را که البته در تمام دنیا پخش میشه و علاقه‌مندان زیاد داره، سلام خدا بر از اونا هم میرسانم و خوشحال هستم که این برنامه با شما هستم. اول خب ما بسیار زیاد دکتر صاحب خوشحال هستم که شما را بعد از دیر بادها میبینیم و او را بروی اسکایپ میبینیم. بسیار تشکر، شما کمتر آل در برنامه های تلویزیونی میبراین و صحبت های میداشته باشین، اما از اینکه دعوت ما را قبول کردین و به برنامه ما آمدین یک جهان ممنون که از صحبت های شما ما مستفید شوید. میخوایم در خدمت شما هستم. شما واقعا پروگرام های بسیار دلچسب دارین و مطالب را که تهیه میکنین بسیار تحلیلی است و از امون خاطر هم علاقه‌مندای پروگرام شما زیاد است به شمول خود من. تشکر مهربان هستم دکتر صبرگل. خب سوال اولی را که من مطرح میخوام بکنم دکتر صاحب ایست که شما یک نظر کلی برای یک چند دقیقه محدود یقینا روی اوضاع جاری عمومی افغانستان، اگر پرتون شما میفهمن که ما فعلا در یک مرحله دیگه قرار داریم، در یک بحران دیگه روبرو شده هستیم که موضوع انتخابات است و باز هم یک گده نامامان دار حذف شده، اما به هر صورت اگر نظری عمومی شما را، نظر شما را در راجع به اوضاع عمومی فعلی افغانستان میخواهیم بفهمم. البته سوال بسیار کلی است، شاید هم در یک مدت کوتاه بسیار سخت باشه که جواب زیر آدم ارائه کنه، ولی یک نقطه واضح و حاد است ای که افغانستان فعلا دچار یک بحران عمیق چند جانبه است. بله. جانبش یکی با دیگه مربوط است. بحرانی که مهمترین است بحران سیاسی است، بحران امنیتی است، بحران اداری است، به خصوص اقتصاد اداری، و همچنان در آستانه یک بحران بسیار مهم و حساس اقتصادی هم کشور قرار داره. یقینا. خب بحران سیاسیش بعد داخلی و خارجی داره. در بعد خارجی بحران سیاسی روابط با پاکستان، روابط با ایالات متحده مخصوصا پیمان امنیتی مطرح است، و در بعد داخلیش هم مسئله انتخابات است، انتقال قدرت و مشروعیتش سوال بسیار اساسی است، و همچنان بی‌برنامگی کاندیدها که فعلا مطرح است و قومی شدن مسائل انتخابات، مذاکره با طالبان و مسائل بحرانی که هم در داخل پارلمان تا حد محسوس است، برای که کارایی پارلمان نظر به این غیرازیدی های دائمی و تصادمایی که بعضا با حکومت دارن، اینا هم مهم است. در مورد بحران اداری بسیار واضح است که مسئله فساد اداری یکی از مسائل بسیار عمده است که اداره را کاملا تأثیر خود قرار داده. امیال مسئله غصب زمین ها و دارایی‌های عامه یکی از جنجال های کلان است که پای از صدها نفر مقتدر در این جمع کشانه، و رشوه و اینا. و مهمتر از همه بحران امنیتی است. در بحران امنیتی هم دو موضوع مطرح است: انتقال مسئولیت های امنیتی که خب البته تا سال 2014 قوای امریکایی و ناتو میبرایند و این مسئولیت ها کاملا به نیروهای افغانی انتقال میکنه. سوال داریست که آیا نیروهای افغانی آماده ازی است؟ گرچه گفته میشه که بله ما آماده استیم، ولی عملا شک و تردیدهای در این وجود داره و دیده شود که چی ترتیب ای بعد از این که قوای ناتو و امریکایی ها میبرایند و تنها یک تعداد اگر او هم مربوط به پیمان امنیتی است باقی بمانند، و او بیشتر برای مسائل تعلیم و تربیه اردو و نیروهای امنیتی خواهد بود، نه برای مسئله نظامی. این یک مشکل دیگه است. دیگه تشدید عملیات مخالفات که با برآمدن قوای
نیتو اینا و همچنان مسئله انتخابات، امیال شما شاهد هستین که نه تنها در کنر بلکه در چند ولسوالی قندار و هلمند، در شمال افغانستان، در بدخشان و در ای اواخر هم در هرات و در این روزها در فرا هم ناامنی های بسیار زیاد است و گفتم میشه که این ناامنی ها بیشتر خواهد شد هر قدر که انتخابات وقتش نزدیک میشه. این بحران امنیتی از امید دو ناحیه محسوس است، ولی بحران اقتصادی چیزی است که آهسته آهسته شدیدترین ضربه را در حیات اجتماعی و اقتصادی مخصوص مردم وارد خواهد کرد با برآمدن قوای خارجی و کم شدن امدادها. این مشکل است. موضوع پایین آمدن رشد سال پیشتر 13% بود، ولی میان 3.5% است. فرار سرمایه ها شروع شده و ارزش افغانی با چند یک سال پیشتر از 47 افغانی به 57 افغانی یک دلار آمده که این هم ممکن است که بیشتر و بیشتر بره و پول افغانی ارزش خود از دست بده. وابسته بودن افغانستان به واردات این یک پوینت بسیار، یک نقطه بسیار مهم است. بیکاری از حد تجاوز کرده و بسیار شدید است. و هر صورت اینا مشکلات بحران اقتصادی است که شاید آل کمتر محسوس میشه، ولی به سرعت این امکان داره که در سال 2014 بیشتر احساس شود و از او بعد یکی از مهمترین مشکلات افغانستان خواهد. خب بسیار شکر دکتر. البته در ارتباط با این بحران بی‌اعتمادی بین دولت و ملت ناشی از همین حوادث است که به وجود میاید و مسئله آینده نگری هم یک سوال عمده است. مردم اما اعتماد و باور را که برای آینده داشته باشند در تحتش‌های از این بحران ها کم میشه و این خودش امی چرخ بحران ها را تشدید کرده میره و تاثیر روانی را، یک بحران روانی را هم به وجود میره. از او خاطر افغانستان دچار چندین بحران است که در طول تاریخ خود باید در یک وقت با یک قدر معضلات هیچ وقت برابر نبوده. ای که امید اصلاحی از این چی رقم است، همین قدر که ساحات پرابلم وسیع تر است، اصلاحی از این چندین چند بیشتر است. باید از یک نقطه آغاز شود، ولی از کدام نقطه؟ این سوال هایی است که همه گیره و اصطلاح گیج کرده که چطور است و راه گم شده است پیش همه گی که از کجا شروع کنند. بسیار تشکر دکتر صبی گل از معلوماتی که شما دادین، اما یک موضوعی را که من هم بسیار سرش یعنی فکر میکنم، من از یک افغان تمام موضوعات یک طرف بگذاریم، فقر اقتصادی و قطع شدن کمک های اقتصادی به افغانستان واقعا بسیار زیاد بحران آفرین خواهد بود و افغانستان قسمی که شما فرموده نابستن حوادثی است. دیروز مصر که یک تن از سناتورهای بسیار متنفذ امریکا به افغانستان دیدار با آقای کرزی داشتن و این آدم بسیار اما گفته خود امریکایی ها فلتلی گفت که اگر قرارداد توافقنامه امنیتی را شما با ما امضا نمیکنین دیگه امریکا کوچکترین کمکی را به افغانستان نمیکنه و این به حساب یک زنگ خطر و یک رقم اخطاری بود که به دولت افغانستان این سناتور داد. اما سوال دی خلق میشه که آیا وقتی که من امرای دکتر صب غوثی هم در هفته گذشته صحبت کردم، وقتی که توافقنامه استراتژیک بسته شد و توافقنامه امنیتی یک بند از توافقنامه استراتژیک است که یک سند است که مابین حکومت ها امضا میشه، چرا برای امضای این سند باید یک لوی جرگه دایر شوه که این سند بر اصطلاح یک مورد تایید برش بگذاره؟ ممکن است این مورد یک کم تشریح بده؟ فرموده شما کاملا به جای است که در قانون اساسی افغانستان این صلاحیت آماده ساختن زمینه ها برای همچو قرارداد توسط قوای اجرایی یعنی حکومت صورت میگیره و مسئله راتیفیکیشن یا تصویب از این مطابق به قانون اساسی ای از صلاحیت شورای ملی افغانستان است، اولسی جرگه. از نظر قانونی درست است، ولی این سوال مطرح است که خب تا حال ما پیمان های زیاد با کشورها داشتیم
که اونا یکقدر جنجال زیاده را خلق نکرده بود که تنها امی پیمان امنیتی دو جانبه بین امریکا و افغانستان این مشکل را خلق کرده. و از اون خاطر هم آقای کرزی میخواه که ایره به لوی جرگه محاول کنه، چونم که یک بار دیگه خود پیمان استراتیجیک را که قرارداد عمومیش است سال پیشتر با لوی جرگه مشورتی، خب لوی جرگه را اون جهنانوی گفتن و پسان مشورتی ساختن و این دفعه از اون شروع ایره مشورتی گفتن که دایر میشه محاول میکنن. در حال کمیل در پارلمان اعضای پارلمان با این نظر و یک تعداد زیاد مخالف هستند که مطابق به قانون اساسی ضرورت برای ارائه همچون موضوع و احضار لوی جرگه مشورتی درست نیست. حتی خود آقای جناب ثروت الله مجددی حضرت صاحب که فعلا رئیس از این لوی جرگه برای تدارکش اینا انتخاب شدن تعیین شدن، اونا هم در یک مصاحبه خود بسیار به صراحت گفتن که هیچ لزوم برای تدویر همچو لوی جرگه در این قضیه نیست، واضح است. اما سوال از اینکه پیدا میشه که چرا آقای کرزی خواسته که این موضوع را بسیار پیچ و تاب بده. اصولا پیچ و تاب دادن قضیه روابط امریکا و افغانستان را تحت شعای خود قرار میده و امروز در نازلترین سطح از نظر روابط سیاسی و تفاهم بین امریکا و افغانستان قرار داره و این به ضرر افغانستان است. همه کس به این متعجب هستند که بازی های رکاهای کرزی در ایران پیش گرفته، این بازی ها شاید با خود قرارداد کمتر و موادش کمتر ولی بیشتر با نقاط دیگه مربوط باشه که حتی بعضی هایی را ارتباط میتن به این که خب آقای کرزی میخواه از این طریق خود را نشان بده که تا چی اندازه از منافع ملی افغانستان دفاع میکنه و یا بعضی ها به یه فکر هستن که شاید آقای کرزی بخواه که امریکا را در این مورد تحت فشار قرار بده و در انتخابات آینده نظر امریکا را به طرف امو کاندید جلب کنه که خودش مطلوبش است. در اینجا یعنی تبصره های زیاد در این حالت است. اما یک تبصره دیگه هم در اینجا وجود داره است که اهمیت پیمان امنیتی دو جانبه بین افغانستان و امریکا یک نوع ذهنیت هایی را در داخل افغانستان گویا خلق کرده که خب وقتی امریکایی ها در این جمعیان بنان اداره افغانستان و اینا هم برای همیش تحت شعای امریکایی ها قرار می داشته باشن و مخصوصا تبلیغات دو همسایه ما که مخالف هستن با عقد از این پیمان که عبارت باشه از پاکستان و ایران و علنن گفته شد. شما چند روز پیشتر دیدیم که هم ایران در این ساحه مخالفت خود نشان داده و هم پاکستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم و گفتن که موجودیت قوای امریکایی به صلح منطقه صدمه میرسه و اینا. یقینا که امی دو کشور همسایه دستهای دراز هم در داخل افغانستان دارن و اینا تبلیغات را هم ارائه میکنن که ذهنیت مردم را تحریف میکنن. از دکتر سبجاز هست ببخشیم در امی جرش خب یک احساس مسئولیت میکنه که این قضیه بسیار بزرگ است و بنان مسئولیت را از شانه خود میخواه به شانه لوی جرگه انتقال. اما سوال شما در این بود که آیا لوی جرگه مشورتی از نظر قانونی در این مورد یک رای حل است؟ ما به صراحت میگم که نخیر. لوی جرگه ها را اگر شما در تعریفش و در نقشش برین، لوی جرگه مشورتی ما تا حال نداشتیم. لوی جرگه عالی ترین ارگان تصمیماتی در افغانستان در طول تاریخ بوده، تصمیماتی نه مشورتی. فرق بین تصمیماتی ایست که هر تصمیم را کنها اتخاذ میکنه، لوی جرگه ها او واجب و تعمیل است.
ولی اگر لوح جرگه مشورتی میشه بنان تصامیم یا مشوره هایی را که میتن او واجب تعمیل و الزامی نیست تطبیقش. پس در اینجا لوح جرگه مشورتی فقط یک وسیله مهرگذاری برای یک چیز خاط بود، در حالی که صلاحیت از او را برای چه مشوره الزامی حساب نمی کنه. خب دکتر سیر، بعضی مردم به یک قیده هستند که شاید لوح جرگه ها در گذشته ها در سلطنت های افغانستان در خلای قانون اساسی، در خلای دموکراسی به وجود آمده. لوی جرگه یک موضوع اوت دیت است، بسیار کهنه شده دیگه، و لوی جرگه با یک سیستم خان و قوم و قبیله تعلق داره و لوی جرگه چون از نامشان پیدا است به یک قوم خاص افغانستان ارتباط میگیره. اساسا ما چرا باید به لوی جرگه تکیه کنیم وقتی که قانون اساسی داریم، وقتی که پارلمان داریم، وقتی که نمایندهای مردم میآیه؟ این یک یعنی لوی جرگه بالاتر از قانون اساسی است، بالاتر از پارلمان است. اگر یک تشریحات بسیار کوتاه در این مسئله بتن که باز من به یک سوال دیگه خود رفتم. در مورد لوی جرگه ها همیشه نبوده که وقت خلای قدرت موجود شد و لوی جرگه دایر شد و خلای قدرت تاست از او پر شد، بلکه ما در موجودیت قدرت هم لوی جرگه های داشتیم که برای تصویب قانون اساسی، مثلا در سال 1343 خلای قدرت وجود نداشت ولی لوی جرگه برای تصویب قانون اساسی آمد که در این حالت ما این به نام کانستیتوشنال اسمبلی هم یاد میکنه در دیگه جایا. و اما لوی جرگه مشورتی تا حال نداشتیم. لوی جرگه های تصمیماتی داشتیم در مسائل مختلف، نه تنها در خلای قدرت بلکه در موجودیت قدرت برای اهداف مشخص. مثال های از این زیاد است، نمیخواین تکرار کنم، توضیح کنم. اما شما فرمودین که لوی جرگه از قانون بالاتر است. این یک باریکی قانونی داره که لوی جرگه ها قانون اساسی را میسازن و تصویب میکنن، اما تا وقتی که لوی جرگه مجددن دایر میشه و قانون اساسی را تعدیل میکنه، تا او زمان قانون اساسی بالاتر است و یعنی لوی جرگه تحت تأثیر قانون اساسی باید دایر شود، نه ای که فراتر از او. و تمام تصاویب و اینایی را که این تشکیلش را همش مطابق به قانون اساسی است. اینجاست که لوی جرگه تا زمانی که قانون اساسی را تعدیل نکردند، خود تشکیلش و اینایش تابع خود قانون اساسی موجود می باشد. از اون خاطر است که امروز انتقاد می شه که لوی جرگه های عنعنوی دیگه وجود ندارد. لوی جرگه ها در قانون اساسی تعریف شده و باید مطابق به قانون اساسی لوی جرگه ها تشکیل شود. لوی جرگه های عنعنوی فعلا از قانون اساسی 1343 و بعد چون در قانون اساسی تعریف شده مشخص است، نه ای که امو 2000-3000 نفر اینا خواسته شود. خب اگر شاید یک چیزی حقوقی باشه که من دکتر صاحب نمیفهم، پس که اگر قرار باشه 20,000 عسکر امریکایی در افغانستان با نوالوی جرگه مشورتی افغانستان ای را به اصطلاح مشوره بده که ما این توافق نامه را امضا کنیم، آیا در امریکا هم چنین یک موضوع مطرح هست که یعنی کانگرس یا سنای امریکا اجازه میده که 20,000 جوان امریکایی به افغانستان باشه؟ یعنی بر از او هم یک مجلس دایر میشه یا اونا قبلا تصمیم گرفتن یا پنتاگون تصمیم گرفتن؟ به قوانین اساسی هر کشور از شما متوجه هستن که وقت مراحل مقدماتی یک معاهده یا پیمان یا هر چیزی که نام موافقت نامه صورت میگیره به سوی دو کشور و او مهم هم می باشه، وقتی مراحل اولیش طی میشه این نشانی شد میشه توسط حکومت، بعد برای تصویب در هر دو کشور و مراجع قانونیشان روان میشه که تصویب نهایی در افغانستان به پارلمان تصویب نهاییش مطابق قانون اساسی است. در امریکا هم باید ایره کانگرس تایید کنه. دلی. هر دو مرجع باید به صورت
مرجع تایید نهایی هر دویشان است. شما دیدن که مسئله قرارداد آب هلمند، مذاکرات بین دولت ها صورت گرفت، قرارداد نشانی شد، بعد از او به شورا برده شد، شورای افغانستان و همچنان مجلس شورای ملی ایران هم هر دویش تایید کردن و بعد از او که تصویب شد در اونجا تایید شد، بعد از او مراحل اجراست. خب و موضوع دیگه که مطرح بس، شما پیشتر گفتین که دو کشوری که واقعا راضی نیستن که گویا هم یک قوای معدود امریکایی در افغانستان باشه و پنتاگون زیادتر سر از این فشار آورده که یعنی ما قوای ما جنبه جنگی ندارن بلکه جنبه تعلیمی را دارن که اساکر افغانستان تعلیم و تربیه میتن و پاکستان و ایران آرزو ندارن که اینا در افغانستان بمانن. پس آلترناتیف دیگه چی است دکتر سیب؟ نه ایران و نه پاکستان میخواد که افغانستان به یک جنگ داخلی دیگه بره. پس خالیگاه قدرت وقتی که اساکر امریکایی و ناتو با تمام ترنینگ خود میبراین، چی یک حالت به افغانستان خواهد آمد؟ یعنی ای را کی گارانتی میکنه و چطور باید به اینا قدرت داده شود؟ مسئله خلای قدرت دیگه چیز است. مسئله خلای قدرت مثل که ما در سال 2001 وقت با حمله امریکایی طالبان سقوط کرد، دیگه هیچ قدرتی نبود که اداره مملکت از نظر قانونی، از نظر سیاسی، از نظر اداری داشته باشه. این خلای قدرت است. این موضوعش جداست، ولی با بیرون شدن قوتهای امریکایی و ناتو و اینا خلای قدرت به وجود نمیاد. یعنی حکومت به جای خود است، قانون به جای خود است، تشکیلات همه چیز، اما خلای توانایی های مطرح است. توانایی های دفاعی بر از ایست که خب امروز تا شما دیروز دیدن که در هرات امو مجمع شورای علمای دینی هرات در این موضوع تاکید کردند که صلح و ثبات در افغانستان تأمین شدن نمیتونه اگر پیمان امنیتی امضا نشوه، و اونا اینطور استدلال کردند که با بیرون شدن قوای خارجی ما افغانستان دچار بحران و بی‌ثباتی میشه. این اینجاست که ما پیشتر هم در یکی از همون مطالب بحران گفتیم که انتقال مسئولیت امنیتی با قوای افغان این متضمن ثبات و صلح و امنیت با حالتی نمیشه که دو همسایه ما همیشه فعال هستند در اینجا. مردم افغانستان هم از این ناحیه طرفداری میکنن از پیمان امنیتی، برای از اینکه میگن ما یک خب در عالم اسباب بگویم خداوند حامی همگی است، اما در عالم اسباب میگن که ما باید یک قدرت بزرگتر در افغانستان ما را حمایت کنه تا از جنجال همسایه ها و اینا رهایی پیدا کنیم. این نقطه بسیار اساسی است که استدلال میشه بر از اینکه موجودیت قوای خارجی و ولو که به شکل امین نو گفتن از 8000 تا 12000 احتمالاً این قوا باشه برای امور تعلیم و تربیه، و مسئله پایگاه ها تا حال معلوم نیست و هیچ بحث در این صورت نگرفته که چطور است. اما به هر صورت همی که ناتو و امریکایی در افغانستان میمانن، در حقیقتی باعث وسیله دفاعی و خار چشم با او قدرت هایی که میخوان که اینا براین و اونا دستشان دراز شوه، البته از آستین خود ما شاید دراز شوه، نه ای که اونا عسکر خود روان قاد کردن مثلا طالب یا این یا آن، اما به هر صورت اینمی یک وسیله دفاعی بر افغانستان است. یکی در افغانهای دیگه ما دکتر صاحب انتقاد دارن در بحثای تلویزیونی که روی مسائل سیاسی امی توافقنامه امنیتی و استراتژیک میشه، میگه شما چرا از این اصطلاح استفاده میکنین که گویا امریکا پایگاه نظامی خود در افغانستان میخواد؟ اصلا امریکا هیچ آرزوی داشتن پایگاه نظامی در افغانستان نیست، فقط یک قوتای محدود خود برای تعلیم و تربیه اساکر افغان میمانه. این یک بخش سوال، و بخش دیگه ای است که شما چطور میتونین که مخالفین حکومت فعلی افغانستان که ما هر روز میبینیم ولسوالی ها گاگای به دستشان میفته، اونا را قناعت بدین که این مثلا 10000 یا 8000 عسکر خارجی در افغانستان برای ترنینگ قوای نظامی افغانستان است، اونا خو سر میز مذاکره صلح حاضر نمیشن تا که یک عسکر خارجی در افغانستان باشه؟
بل در این حالت اول خو برای بهانه گیر بهانه زیاد است. برای طالبان هم اگر امیال قوای خارجی باشن یا نباشن، طالبان حاضر با صلح نیستن مگر ای که خودشان قدرت کامل را بگیرن. یک چیز بسیار واضح است ای که گفته میشه که ما با طالبان مذاکره میکنیم و مفاهمه میکنیم و اینا، اصولا وجه مشترک برای تفاهم در اینجا وجود نداره. اونا نمیشناسن به رسمیت حکومت موجود افغانستان را و همین را میگن که حکومت عالی دست خارجی هست، به تا زمان خارجی است. فرض کنین که امیال امی خارجی ها همگی هم براین قوت هایشان، آیا طالبا حاضر میشه با این حکومت هم کاری کنن؟ هرگز نی. اونا کاملا چیز دیگه میخواین. من این سیاستی که از سازش و مذاکره با طالبا این یک وسیله مساج روحی میدانم برای از که امریکایی ها فکر میکنن که با این ترتیب اگر بخواین امو اگزت استراتیجی امریکایی ها هم یک پوینتش دارم اینجاست. شما خبر دارید که در امیر سه روز پیشتر در به تاریخ 20 اکتبر نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مهم را به نشر رساند و گفت که قرارداد امنیتی و همچنان مذاکره با طالبان هر دویش یک جزء از استراتژی خروج قوای خارجی از افغانستان است و به همین شکل هم مذاکره با طالبان میفهمه خود امریکایی‌ها که با مذاکره با طالبان نتیجه نمیده و همچنان من خودم به این نظر هستم که همه مخالفین حکومت را خلاصه کردن با طالب اشتباه است. اگر این را تا امروز همه چیز را با طالب ارتباط دادن، شاید این هم تاثیر دکترین امریکایی ها باشه که مردم خود را قناعت بتن که چون طالب ها جز القاعده و القاعده تروریست هستند، بنان ما اگر در اونجا در افغانستان هستیم و عسکر ما یک مبارزه علیه تروریسم است، در حالی که خود امریکایی ها هم می فهمند که تنها طالب مخالف رژیم نیست، در اینجا عوامل مختلف است، مافیای مواد مخدر، مافیای قاچاق مواد اقتصادی، ناراضی ها، عناصر که در داخل حکومت هستند هم مخالف هستند و کاتگوری هایی که از خب دیگه هم مخالف حکومت هستند، کسایی که از این بی‌نظمی ها استفاده های از این میکنند. ببخشید دکتر، ببخشید اینجا استاپ میکنم. با طالب خلاصه کردن و طالب را به یک ویولا تبدیل کردن، این یک تاثیر منفی سر روحی مردم میندازه که والا طالب یک قدرت است، در حالی که همه مخالفت ها در وجود طالب نیست. خب دکتر سری، گپ شما خود درست راست میگن، هر چیز به نام طالب است و طالب هم یک بعضی هایشان بسیار خیالی و واهی هستن. من نفهم که زبیلای مجاهد مثلا در کجا است، چی میگه، یا ملا عمر در کجا است. اما ما چطور بتانیم که فرهنگ جنگ و فرهنگ صلح تبدیل کنیم؟ آیا با این مسائلی که شما صحبت کردن و انتخاباتی که فعلا بحران آفرین شده با این فهرست که برآمده و این حکومتی که گفته شما اعتبار مردم افغانستان ازش خلاص شده و یک فاصله ما بین دولت و ملت به وجود آمده، پس چی راهی باید بتانه که افغانستان از این بحران تا اندازه نجات بده؟ چی باید کرد؟ یک سوال است که همگی برای جواب ازی درمانده شدن. برای ازی که ما گفتم این بحران ها چندین جانبه شده و چندین جانبه، از کدام نقطه ای آغاز شود که بتانه به اصطلاح مهار کنه کل مشکل را و این وقت زیادتر و امکان. اما چیزی که بسیار بسیار مهم است در همین لحظه که میتانه باشه، همین مسئله ثبات و مسئله انتخابات، انتقال قدرت به صورت مشروع است که ای آغاز کار میتونه باشه برزیل. اما در این هم ناامیدی هاست. اگر انتقال به صورت مشروع صورت بگیره ولی به برنامگی باشه، باز هم مشکل را حل نمیکنه. ما دو چیز را در این زمان ضرورت داریم.
یکی که برنامه برای بیرون شدن از این چی ترتیب باید باشه که تا امروز هیچ کس سر از این فکر نکرده و, 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 و یک خالیگاه آمده است، و دوم دیگه در انتخابات آیا کسانی برنده خواهد شدن که قادر باشن ولو که یک برنامه را در برشان تهیه شوه او را تطبیق کنن. یعنی دو موضوع است، کمبود برنامه و ای که آیا کسانی که قادر به تطبیق برنامه هستن وجود دارن. ارگو ما یعنی دو شرط را بتانیم درست تهیه کنیم آماده بسازیم، باقی از این را میتوانم در ستپ به ستپ عملی کنم. چیزی که من میخوایم تذکر بتم ایست که واقعا پالیسی های در پالیسی و استراتژی ها در افغانستان هیچ وجود نداره اصلا. اگر رئیس جمهور در دوره آینده هر کسی که میآید، توصیه ما برشان میست همونطوره که آقای دکتر لودین در یکی از مصاحبه های خود گفت که باید یک گروپ مشاورین مسلکی در هر ساحه داشته باشند که اونا متصدی تثبیت استراتژی ها در سایه اقتصادی، در سایه امنیتی، در سایه اداری و در سایه سیاسی و حتی عدلی و قضایی موجود باشه که اونا استراتژی را تعیین کنن و بسپارن به حکومت، حکومت مجبور باشه برای تطبیق از او. در حالی که ما میبینیم که امروز در حکومت هر وزارت خودش برای خود یک استراتژی میسازد که او یکی با دیگه ایشان در تصادم هستن و هیچ کمک کرده نمیتون. شما دیشب پروگرام در تلویزیون راجع به بیکاری بود با وزارت امور اجتماعی، اونا این را پاس میدادن به او. واقعا مسئله بیکاری نیست که مربوط به یک وزارت چه و او پالیسی شه، باید این پالیسی ملی یا استراتژی ملی برای از اینطور مسائل طرح شد. دکتر سرگل ببخشید، در مقابل چنین یک حالتایی که ما شما هر روز از این تلویزیون ها صحبت میکنیم و موضوع دیگری که شما مطرح کردین که مشاورین و این مشاورین هم که از یک طرف سر دو شهروندی بودنشان که جنجال است و از یک طرف داخل افغانستان میرن نامید میشن و بر میگردن، چرا در مردم افغانستان در مقابل چنین یک شرایط و یک حکومت پوشالی که فاصله های ما بین ملت و دولت آمده خاموش هستند؟ خاموشی آیا علامه رضایت است، راضی هستن از شرایط، یا ای که از بحران هراس دارن، فکر میکنن که امکان داره که شاید تظاهرات آرامشان، شاید سر و صدایشان ایجک شود، گروگان گرفته شود توسط مخالفین دولت، امی شاید دلیلش باشه؟ چی فکر میکنین؟ شما همیشه این موضوع مطرح میشه که خاموشی موجب رضاست، در حالی که همیشه خاموشی موجب رضا نیست. و وقت خاموشی دلایل دیگه خود را هم داره. وقت انسان کاملا از یک چیز مایوس میشه و خود را در حاشیه میبینه و هیچ نقش نمیداشته باشه، در اون صورت است که این خاموشی اختیار میکنه و یا به دامن اشخاص پناه میبره. ملت افغانستان در این حالت قرار دارن که کاملا در سرنوشت خود در حاشیه رفته، فقط یک تعداد هستند که با سرنوشت ملت بازی میکنن. ما که بسیار متاسف هستم از این حالتی که برای انتخابات آمده و این محورای یا مثلث قومی تمام از این را پیش میبره و در اون میبینیم که فقط امو چند شخصیتی که ملت را در امی 20 سال 30 سال در گروگان گرفتن امونا باز مطرح هستن، و او کسایی که بیرون از این حلقه هستن شما میبینیم که به چه شکل اینا را به اصطلاح تجرید میکنن، از حلقه بیرون میسازن. این هم یک مشکل بسیار اساسی است و ملت افغانستان هم در همین طول مدت به جای اینکه به قسم یک ملت فکر کنه به قسم اقوام فکر میکنن. شما اگر ببینین که آقای احمد یا محمود که مربوط یا منصوب به یک قوم است، وی تو فکر میکنه که همو قوم کل در جوارش استاده و روز که رای بته بر از همو رای میتن بدون از که ببینن چی است. اینجاست که ملت هم شامل از این مشکل شده و راه خود را گم کرده. ای که چی رقم ملت را شما بسیج کنین که از حالت قومی به حالت ملت بودن برای
مثلا اگر 1000 رای خود را به کاندید پشتون بده که از نظر اهداف با او موافق است، اونون جاست که مسئله ملت شدن. اما آل اوتر نیست، ولو که هر رقم باشه او به او سمت رای میده. مشکل افغانستان در طول از این 3 سال بسیار عمیق شده. یکی شما گفتن که خب در امو مقدمه تان که چرا یک تعداد را کاندیدها را به تعداد 16 نفر بیرون کردن. بسیار بسیار جای تاسف است که همی اشخاصی که واقعا دستشان به خون ملت هم رنگین نبوده و سوابق نیک هم دارن، بسیارشان و حتی تحصیلات بالاتر و همه چیز اینا به شکل بیرون میشن از این و باقی میمونه 10 کاندیده که در اون هم بسیار سوال جواب است در مورد از اونا که چی ترتیب است. و این نیست که آینده افغانستان تا حد مخصوص میسازه و مردم را ناامید میسازه. خب ما برون در صندوق رای چرا رای بتون برای کی تا این روز چی کردن برای ما. دیروز یک نفر از می کارگرایی که در چوک کوتی سنگی بیکار بود و میگفت که از صبح تا به شام مشیشتیم پیسه یک نان خشک را پیدا کرده نمیتونم، هیچ کس نیست مرا برای کار ببره. این دولت با ما چی کرده؟ ما چرا برم در اونجا رای بتونم؟ چرا ما هیچ علاقه ندارم؟ هیچ اینا با ما کمک نمی کنن. واقعا احساس مردم در امی ساحه است. مردم بیزار شدن از امی حالت. اونا میگن که این بارش سر جامعه جهانی میگه قدر پول در اینجا آمد و پول را کجا ما را تغییر دادن؟ واقعا مردم به می فکر هستن که خوب دکتر سرگل مثل که ما به تا ساعتای 12:30 میریم. از لیلوفر جان عزیز خواهش میکنم که شماره راسن استودیو را بگذارن که شما را بیننده عزیز هم مندر سوالات بسیار مهمتری داشته باشن بگذارن و همچنان شماره تلفون مربان لیلوفر جان که ایواز ایمیلیم. بیننده عزیز ما بر معلومات شما بگویم که ایدیال